فرض کن 250 میلیون تومان پول داری، چه چیزهایی برای خودت میخری؟ سلام بچه ها، چطور این جواشالو هستم و خیلی خیلی خوش اومدیم این ویدیو. داخل این ویدیو بچه ها قراره دوتا جعبه به ارزش 250 میلیون تومان با همدیگه آنباکسشون کنیم که ببینیم داخلشون چی هستش. جعبه اولی که بچه ها حدوداً ارزشش 150 میلیون تومانه داخل اینستاگرام من استوریش کردم که هر کسی درست حس بزنه که داخلش چیه بهش سیپی میدم. اکثرتون بچه ها یه دونه از آیتم های داخل این جعبه رو حس دادین، نفر اولی که درست حس داده باشه بهش یه دونه بته پس میدم داخل این اینستاگرام، بهش پیام میدم خودم. اما بچه ها بریم سراغ آنباکس این جعبه ها که اول به جعبه اول میپردازیم و بعدش هم به جعبه دوم که قبل از این جعبه اومده بود ولی من داخل اینستاگرام یه جای دیگه بهتون نگفته بودم که سورپرایز بشه. قبل از اینکه بریم سراغ باز کردن این جعبه خفن، حتما بچه ها لایک این ویدیو رو بتر کنید اگر از این سک ویدیو دوست دارین که من بیشتر براتون ویدیو آنباکس درست کنم. خب بچه ها بریم سراغ آنباکس. یه دونه چاقوی بنفش گوگلی هم داریم که برای دست من قشنگ اندازه است و میتونیم این جعبه رو دهنش رو سرویس کنیم. همون نایف داخل بازی خودمونه. حالا من اینو چطوری یک دست هم فیلم بگیرم و هم آنباکسش کنم؟ موزلی هستش که داره اتفاق میفته. چون ممکنه به محتوای داخل این جعبه آسیب برسه، باید حواسم جمع باشه. هم به دومی باید حواسم جمع باشه و هم به جعبه. اینم از این جعبه بالاخره باز شد به هزار بدبختی. یه گوشی پوکو ایکس6 پرو ما داریم 5G که باهاش کالا بازی کنیم و تست گیمینگش هم انجام بدیم اگه در بیاد. یه گوشی خفن و گیمینگ که عکس گوشی هم روش نیست. نمیدونم توی جعبه قبلی پوکو عکس گوشی بود یا نه. دیگه چی داریم اینجا؟ یه دونه جعبه بزرگ داریم. یعنی چی میتونه باشه جز یک دوربین خفن؟ یک دوربین خفن بچه ما داریم که کیفیت تصویرها رو بیاریم بالاتر و اینکه استریم رو بندازیم، استریم کالاف موبایل. حالا من اینو چطوری بازش کنم؟ حسابی از این هوابیا داره. زیر میزنم که دقت نکنیم که چقدر کثیفه. دوربین سونی زدیوی ایتن که جعبه‌ام برعکس گرفتم. میچرخونیم جعبه رو تا ببینیم چی میشه. یک دوربین خفن برای تولید محتوا. دیگه چی داریم اینجا؟ یه دونه جعبه مستطیل شکل داریم. ببینیم چیه این؟ گالکسی واچه. که اینو من میگم بهتون که چرا گرفتمش. یک ویدیو دیگه غیر از این ویدیو ما داریم که سورپرایز براتون. یک جعبه دیگه هم غیر از این جعبه ما داریم که اونم میرم براتون آنباکس کنم. یه چیز دیگه هم اینجا هست ولی خب برای خودم نیست، برای یکی از اعضای خانواده است. گوشی A54 5G. اینا رو من بتر کنم خیلی حال میده. یکی از لذت دنیا همین که این هوابیا رو بتر کنیم. فقط سازنده شرکت این پلاستیک هوابیا که داره دست به کمر ما رو نگاه میکنه. ما داریم زحمت میکشیم این هوابیا رو ما درست کنیم که از وسایل مراقبت کنه. ولی جنساش مثل قدیم نیست. قدیم خیلی بهتر میترکید. عجیبه. اینجوری فشار بدم فکر می‌کنم صداش بیشتر دریاد. اوکی. نوبتی هم باشه نوبت آنباکس این دوربینه با این چاقوی خفن بنفشی از نورنگار برامون فرستادن. بریم بازش کنیم این جعبه خفنو. توش موزه بچه‌ها، موز. خیلی ایزی بازش می‌کنیم. خب باز شد. اوکی. چقدر سخته آنباکس کردن. هم یه دسته فیلم بگیرم هم باید آنباکس کنم. چی داریم داخل این جعبه؟ دفترچه راهنماش رو خود جعبه نوشتن. فکر نمی‌کنم اینجوری باشه. اینش بالا. یه دفترچه یادداشت دیگه هم داریم اینجا که نوشته این دوربین. بابا اینم مال سونیه که به زبانهای چینی و انگلیسی نوشته شده. بذار من زوم دوربین رو بیارم بالاتر. الان فکر کنم زوم بهتر شد.
یه دونه از این آداپتورا داریم. من رفته بودم براش آداپتور گرفته بودم، فکر میکردم نداره 5 ولت سونی، فکر نمیکردم از این آداپتور داشته باشه. داریم یکی هم از اینا داریم، باتری دوربین که خیلی کوچیکه و مطمئنم سریع شارژ تمام میکنه. بعد یه چند تا دیگه هم بگیریم که اگه خواستین بعدا ویدیو ولاگ من براتون درست کنم باتری داشته باشه. این یه چیز نرمیه، بذاریم بازش کنم توش چیه. چقدر هم پولون پیش کردم، باز شد دیگه. نه نتی زیک آه اینجاش خالی بودم بکنم پارش میکنم. خب ببیرم ببیرم نمیفته. من تو رو در میارم از آخر. اینا دوم گروه است بچه. این فکر میکنم بادگیر میکروفونش باشه. یه بازگیر فسکلی داریم که نرمه، نازش میکنیم اینجا به کناریم. یه دونه بند سونی ما داریم که این فکر نکنن زیاد لازمم بشه. اوکیه. یه دونه شارژر تایپی سی داریم. خوشبختانه بچه این دوربین تایپی سیه، برای استریم کردن دوربین تایپ سی خیلی جوابه، خیلی جوابه. و میرسیم به اصل مطلب، یعنی دوربین، که ببینم چطوری درستش کردم. شبیه دوربین بچه چقدر خوشگل و خوش دسته. تو برو کنار. داخل این جعبه میگه دیگه هیچی نداریم که برداریم ازش. این هم میذاریم کنار تا بعدش بریم سراغ این دوربین. دوربین ZV-E10، یه دوربین به شدت خوب، ارزون. ارزون که نیست، خب نسبت به دوربین دیگه ارزون تر. یک لنز 16-5 هم داره که یک استبلایزر نسبتا خوب هم روش نصبه. لنزش هم میتونی جدا کنی، میچرخه بچه ها. بعد این که یه صفحه نمایش قشنگ داریم، منم داخلش داریم مشاهده میکنی. و این که همین دیگه، فورکم فیلم برداری میکنه. حالا کیفیت تصویرش رو بهتون جلوتر نشون میدم. از ویدیوهای بعدی انشالله با این دوربین ما ضبط میکنیم و کیفیت تصویر رو میاریم بالاتر. چه ویدیوهای گیمینگی درست کنیم داخل کانال دوم با این دوربین. اما بچه ها بریم حالا سراغ این گوشی. گوشی پوکو X6 پرو که قراره با همدیگه آنباکسش کنیم و این که یه دست خفن کالاف هم باش بزنیم. پوکو X6 پرو 5G. این گوشی پوکو X6 پرو بچه من برای مامانم گرفتم. تا زمان اینکه مامانم بیاد خونه این گوشی رو من نمیتونم آنباکسش کنم، چون میخوام خودش آنباکس کنه و خودش لذت آنباکس یه گوشی نو رو بچشه. خیلی وقت بود که گوشیشو عوض نکرد و گوشیش خیلی قدیمی شده بود. این گوشی رو بچه پس آنباکس نمیکنم تا زمانی که مامانم بیاد، ولی خب ویدیوی آنباکسش رو میذارم براتون داخل همین ویدیو. میخوام خود مامانم آنباکس کنه تا ببینم چه حسی داره. اینم میگم بچه‌ها بهتون که داخل یک ویدیو دیگه مفصل به تست گیمینگ این گوشی هم میپردازیم و داخل این گوشی کال آف دیوتی موبایل من نصبش میکنم تا ببینیم این گوشی چطوری میتونه بازی کال آف دیوتی موبایل رو اجرا کنه، که به نظر من میتونه فوق العاده باشه، چون خیلی گوشی خوبی بچه‌ها. پوکو X6 پرو اگه بودجهشو دارین، که فکر میکنم نزدیک 20 میلیون باشه قیمتش، حتما این گوشی رو بخرین و از دستش ندین. و اما میرسیم به ساعت گلکسی واچ 5. این ساعت بچه داستانش مفصله، نمیدونم داخل این ویدیو بهتون بگم که چرا من اینو گرفتم یا توی یک ویدیو دیگه، ولی خب آنباکسش میکنیم با هم دیگه الان تا ببینیم چی داره داخلش. خوشبختانه آنباکسش راحته و کلن ما باید اینو ببریمش. خب اینم از آنباکس این ساعت، ببینیم چی داخلش داره. دیدونه از این قابای جعبه داره که عکس ساعت روشه. یه دونه دفترچه داریم. دفترچه نیست بچه ها، زایه شدم. داخلش برای شاید دفترچه باشه. بیرم داخلش چیه. بیا فیرون بیا فیرون.
داخلش دفترچه است دیگه، فکر نکنم دیگه چیز دیگه داخلش باشه. داخل این جعبه فسقلی یه دونه شارژر فسقلی داریم و یه دونه دفترچه راهنما که مال سامسونگ. یه اسپویل هم بکنم بچه من درباره این ساعت، این گوشیه پوکو X6 پرو که من گرفتم برای خودم نیستش، یه گوشی گیمینگ خفن بچه گرفتن که تو اون من کالافو بازی کنیم در کنار آیپد و استریم کردن و اینجور چیزا دیگه قراره بهتر کنیم. ولی خب داخل این گوشی پوکو X6 پرو من قطعا کالاف نصب میکنم و بازی میکنم، کورخوندگی میتونه دست من فرار کنه. یه گوشی گیمینگ خفن هم هست پوکو X6 پرو و قراره باهاش کالاف بازی کنیم. و میرسیم به اصل مطلب، ساعت گلکسی 5 سامسونگ که یک صدایی بدم داد. رنگش بد نیست، رنگ قابش اگه مشکی بود به تعبو میتونید اینو عوض کنید، ولی خب آبیش هم قشنگه. داخل این جعبه هم دیگه هیچی نداره و فقط همینه. این سامسونگ خوب خودش راحت کرده و تمام باکس های محصولاتش رو خالی کرده، خیلی نامرده. حتی آداپتر هم واسه این نداشته و من باید یه آداپتر جدا براش تهیه کنم که تایپ سیه. بریم بچه این ساعت رو امتحان کنیم که روی دستم چطوری میشه. چقدر بچه ها بندش نرمه، چقدر هم خوشگله توی دست. من ساعتم نداشتم و باید یکی میگرفتم، یه ساعت خوب گرفتم، ساعت گلکسی واچ 5. این ساعت رو بچه برای گوشی گرفتم که دستمه. این گوشی که دستمه من آنباکسش رو توی یک ویدیو دیگه براتون میذارم و قراره داخلش کالاف بزنیم در حد تیم ملی. نوبتی هم اگه باشه نوبت آنباکس کردن گوشی پوکو X6 پرو هستش توسط صاحبش، یعنی مامانم. چون بچه مامانم آخر شبا میاد خونه و اون موقع بابام خوابه آروم صحبت میکنه. خدا رو شکر مامانم از این گوشی خوشش اومد. چقدرم بچه گوشی خوشگلی هستش گوشی پوکو X6 پرو، به شدت سبک، به شدت خوشتست و صفحه نمایش محرکه داره این گوشی. واقعا شیائومی بچه با این گوشی بدجور ترکونده، واقعا قشنگه و خوشتست. منتظر تست گیمینگ این گوشی خفن پوکو X6 پرو باشین حتما. اینم بچه ها از آنباکس جعبه اول که اگه بخوام یه قیمت حدودی این جعبه رو بدم هلوش 110 میلیون بچه این جعبه هزینه برای من برداشت. خیلی تجهیزات الکترونیکی تو این روزا گرون شده، با قیمت این دورا گرونتر هم داره میشه، واقعا مزخرفه. اما بچه ها بریم سراغ جعبه دوم که این جعبه بچه ها آرزوی چندین ساله من بودش که تونستم بالاخره به لطف شماها بگیرمش. این جعبه دوم بچه من با خانوادم آنباکس کردم چون نمیتونستم زمانی که اومده بود دست نگه دارم و به صورت مفصل خودم جدا آنباکسش کنم، هم سنگین بود و هم این که نمیخواستم لذت آنباکس این چیز خفن و خودم تنهایی بچشم، دوست داشتم با خانوادم بچشم و این که خواستم سریعتر بازش کنم تا ببینم چطوریه. بریم بچه سراغ آنباکس جعبه دوم. بعضی از صداها رو من برمیدارم، بعضی از صدا هم میذارم باشه. پدرم هم بچه ها خبر نداشت که من این همه هزینه کردم تو سا چیز رو خریدم و واکنشش خیلی باحال بود، یه جوری بیشتر پدرم سورپرایز شد تا خودم و اعضای خانواده. بریم بچه سراغ آنباکس جعبه دوم که به شدت سخت بود. اینجا که بابا میفهمه که قیمت این دو تا آیتم چقدره واکنشش خیلی باحاله. هیچ وقت بچه ها خرید اینترنتی نکنید، واقعا سخت هم باکس کردنشون از بس که بانت بیشی شدن. عجب آنباکسی شدش، بله آنباکس قشنگه. و بالاخره بچه با هزار تا بدبختی من تونستم این PS5 خفن رو از جعبه دوم بکشم بیرون. خیلی پلاستیک دوره این PS5 پیچونده بودن، واقعا سخت بود در آوردنش. اما بچه ها بالاخره تونستم اولین کنسول زندگیمو بگیرم به لطف شماها. یه دونه PS4 من قبلا داشتم ولی خب یک ماهی نشد که فروختمش به خاطر مشکلات مالی. بریم بچه سراغ آیتم دوم جعبه دوم که ببینیم چی گرفتم من.
یکی از آرزوهای دیگه من بچه ها یک لپتاپ قوی بودش که بتونم زمانی که میرم بیرون برای کارهای مهندسی و پروژه‌های مهندسی یا پروژه دیگه که من دارم یه سیستم قوی با خودم ببرم بیرون. من سیستم قوی بچه داخل خونه دارم و دسکتاپ نمیشه قشنگ حملش کرد. ولی با وجود این لپتاپ الان من یک سیستمی دارم که چند برابر قوی‌تر از سیستم داخل خونمه و به راحتی میتونم با خودم ببرمش بیرون و پروژه‌هایی که بیرون از خونه دارم رو باهاش انجام بدم. لپتاپ قبل از اینکه بچه من داشتم به شدت ضعیف بود. برای 10 سال پیش بود اون لپتاپ و دیگه نمیکشید واقعا. ولی خب این لپتاپ دیگه نه تنها قشنگ میکشه بلکه تمام یه بازی های دنیا هم بچه ها به صورت 4K اجرا میکنه. مشخصش هم بخوام بهتون بگم کورای 7 نسل 13 سری K و همچنین کارت گرافیک 4060 Ti. بریم بچه ها لپتاپ از این جعبه بکشیم بیرون. جعبه شبیه جعبه پیتزایه ولی خب داخلش یه چیز خیلی خفنیه. واکنش بابا من خیلی باحاله. به به اینا چیه برن؟ نه میخوام برن چیز کنه از اینا که بزنم. چی میدونم لپتاپ و لپاپ و میگمش چیه لپتاپ دیگه تو چیجو لپتاپ ها اینا چیزشه ها محافظشه. این هم بچه ها از لپتاپ خفن گیمینگ لنوو که بالاخره تونستم بگیرمش. قیمتش هم حدوداً 70 میلیون الان. جلوتر بچه ها با هم دیگه این لپتاپ رو روشنش میکنیم، ویندوز روش نصب میکنیم تا ببینیم چطوری هستش کیفیت این لپتاپ. گیم هم بچه ها داخل ویدیوهای بعدی من باهاش قطعا میزنم. بریم بچه ها سراغ آنباکس کردن خود PS5 اسلیم، جدیدترین PS5 که منتشر شده. هر موقع پروش هم بیاد قطعا پروش هم ما میگیریم. نامردا جعبش هم خیلی خراب برای من فرستاده بودن، خیلی مچاله شده بود جعبش، ولی خب مهم محتوای داخلشه. داخل جعبه PS5 اسلیم بچه ها احتمالا همتون دیدین چیز خاصی نداره. یه دونه آداپتور خود PS5 هستش، یه دونه شارژر تایپ سی برای دسته، دو طرفش هم بچه تایپ سی، یک طرفش یو اس بی نیست. یه کابل دیگه هم داره بچه، کابل HDMI که بتونیم به تلویزیون یا مانیتور وصلش کنیم. دسته PS5 هم بچه داره این جعبه، ولی خب داخل پلاستیک گذاشته بودنش. نمیدونم خود سونی این کارو کرده توی پلی‌استیشن های جدید یا اون کسی که من ازش PS5 گرفتم این کارو کرده، چون معمولا دسته توی جعبه بود. آیتم بعدی جعبه PS5 هم بچه خود PS5 که نسبت به نسخه استاندارد هم سبک‌تر شده و هم کوچولوتر. این PS5 اسلیم هم بچه ها دو تا فرق دیگه هم داره نسبت به PS5 استاندارد و اونم برای پورتاشه. برای PS5 استاندارد ما جلوی کنسول یه دونه تایپ سی داریم و یه دونه USB، ولی برای PS5 اسلیم هر دوتاش تایپ سیه. یه تغییر دیگه هم بچه داره نسبت به ورژن قبل از خودش، یعنی همون نسخه استاندارد، که موقع راه اندازی PS5 بهتون میگم که چی هستش. ولی بچه ها به شدت خوشگل و خوش دست این کنسول PS5 اسلیم که بریم با هم دیگه این برچسبش رو بکنیم تا افتتاح بشه این کنسول و اینکه با هم دیگه راه اندازیش کنیم. مرسی بچه بابت حمایت های این چند سالتون. بالاخره من تونستم کنسول دار بشم. دمتون گرم. اینم بچه ها از روشن کردن لپتاپ جدیدم که میتونین داخل تصویر مشاهده کنین. داخلش ویندوز نصب نداره و باید یک ویندوز روش نصب کنم. از طریق کامپیوترم ویندوز بیزنم روی فلش و فلش رو بزنم به این لپتاپ تا با هم دیگه نصبش کنیم و ببینیم چی میشه. هم بچه ها مراحل نصب ویندوز بر من بالا اومد. تاش بعد این لپتاپ از کار افتاد، نمیدونم چرا. ولی خب به موس کامپیوتر وصلش کردم تا ببینم اوکی میشه بعدش تاش پتش یا نه. فکر میکنم اوکی بشه چون درایورش بعد از نصب ویندوز ممکنه پریده باشه. به یک مشکل عجیب دیگه هم بچه برخوردم، این لپتاپ وایفا نداره. وایفا داره، درایورش نصب نیست. باید زمانی که بالا اومد تمام یه درایورها رو نصب کنم، از کارت صدا گرفته تا اینترنت و چیزهای دیگه. اینم بچه ها از ویندوز بالاخره تموم شد نصبش، ولی هنوز کلی کار داره این لپتاپ تا بتونم قشنگ باهاش کار کنم. هیچ درایوری روش نصب نیست و تمام یه درایورها رو من باید روش نصب کنم و بعدش چند تا بازی خفنم روش بریزم تا بتونیم با هم دیگه بازی کنیم و داخل چنل گیمینگمون بذاریمش. این لپتاپ بچه‌ها خیلی قوی واسه بازی. کورای 7 نسل 13 هستش سری K و همچنین کارت گرافیک 4060 Ti. بریم بچه‌ها سراغ راه اندازی PS5 اسلیم که ببینیم چطوریه. دکمه پاورش رو بزنیم، چقدر خوشگل میاد بالا، چقدرم دستش خوش دسته. آخ یادم رفت دکمه مانیتور رو بزنم.
بریم روی سورس PS5 تا ببینم چطوری توی مانیتور به نمایش در میاد. این مانیتور بچه من مخصوص PS5 گرفتمش، خیلی مانیتور خفنیه. اگه خواستین بعدا یک ویدیو روم تور من براتون درست کنم و مشخصات تمام اینها رو بهتون بدم. چقدر خوشگله. صدا رو بیشتر از این نمی کنم چون میترسم خراب بشه. میگه دسته رو با کابل وصل کن به PS5. من این کار رو الان انجام بدم. دکمهش هم روشن کنم. لنگویج انتخاب کن. به وایفا هم باید وصل بشیم. به لن بچه من اینو وصل کردم ولی نمیدونم چرا دکمه لنه خاموشه. نمیدونم واقعا چرا خاموشه. ما بقیه تنظیماتش اوکیه. اشتیار با اینکه مانیتورم پشتیبانی میکنه ولی خب دوست ندارم، خیلی تصویر رو زرد میکنه. تایم محلی هم به وقت تهران میذاریم اگه پیداش کنیم. چقدر تایم محلی داریم ما. تهران رو بالاخره پیدا کردیم. این گزینه ها چی میگن؟ میذاریم روی معمولی. این قوانینش هم قبول میکنیم. یوزرنیم من دارم ولی خب موقتاً. جواد مینویسیم تا اکانت PSN خودمون بیارم روی این PS5. روی اکانت PSN هم بچه ها کلی بازی هستش که جلوتر بهتون نشون میدم چه بازی هایی من دارم. Welcome to PlayStation 5. اینم از صفحه اول که فکر میکنم هم دسته و هم کنسول آپدیت داده بشه. نمیدونستم دسته هم آپدیت داره. دانلود سیستم سافتور آپدیتش تموم شد. سیستم PS5 بچه ها آپدیت شد. حالا باید ریستارت بشه تا این آپدیتی که ما الان کردیم نصب بشه. بریم دوباره روی سورس PS5. رفتیم الان توی کامپیوتر. فکر نکنم دیگه خودش بیاد. بریم انتخابش کنیم. روی اینپوت اولی یا همون سورس اولی میذاریمش تا PS5 بالا بیاد و خودشو نصب کنه. که فکر کنم طول بکشه. نه سرعت خوب داره. از این کارم داره بچه ها میکنه. خیلی وقت داره پر میشه. یکم طول کشید. دیسک درایوش هم چک کرد. من میتونیم داخلش CD بذاریم ولی خب الان هیچ CD برای PS5 من ندارم. اینم تموم شد. اوکیشو میزنیم و بالاخره راه اندازی شد کنسول PS5 ما. حالا باید داخل اکانت PSNمون لاگین کنیم که من لاگین کنم بهتون میگم. خب لاگین کردیم. حالا باید این تنظیمات رو انجام بدیم که میگیم اوکی. بعدش ببینیم چی واسمون میاد. اینو حتما باید بزنیم روی enable که بتونیم بازی های اکانت من روی اکانت های دیگه این PS4 که بعدا میخوان وارد بشن بازی کنن، یا بالعکس بازی اکانتی من بگیرم، اکانت ظرفیت 2 مثلا، و بازی های اون اکانت رو روی اکانت خودم بازی کنم. این کار رو حتما انجام بدین اگه PS5 داری. enable شد دیگه تمومه انشالله. که دسته هم بچه ما باز باید آپدیتش کنیم. میزنیم آپدیت بشه دسته که خدا رو شکر باز سرعت دانلود دسته بیشتر از سرعت آپدیت سیستمه. دسته رو نمیدونستم آپدیت میده ولی خب دسته خیلی خفنی هم داره، کلی ویژگی های باحال داره و من فکر نمی کردم که اینقدر خوب باشه نسبت به PS4 که خیلی تغییر کرده. بهتون حالا جلوتر نشون میدم. فکر کنم دیگه تموم شد نصب آپدیت دسته و وارد PS5 شدیم. بریم بچه ها بهتون بازی هایی که روی اکانت هم دارم و نشون بدم. گاداوار رگناروک هم بچه ها گرفتمش، اکانتش رو دارم میسازم واسم. به زودی بچه ها داخل چنل گیمینگمون میذاریمش. گاداوار رگناروک که به شدت منتظر بازی کردن این بازی خفم هم بودم. اگه چنل دوممون رو ساب نداری و عشق بازی های دیگه هم هستی حتما ساب کن که بعد از 3 ماه تأخیر میخوام دوباره شروع کنم به ویدیو درست کردن برای اون چنل.
بعد از گادابارم احتمالاً درستافاس دو بذارم و بعدشم بازی های دیگه که مخصوص PS5. اینم بچه از بازی های دیگه اکانت من، کال آف دیوتی بلک آپس 4 من دارم داخل اکانت PSN که اگه بخواین براتون میذارمش. اینم از این بازی ها که زیاد نیستن، اکثرش هم رایگان بودن گرفتم، بعضش هم واسه یه اشتراک پلاسشن. اینم بچه از کنسول PS5 اسلیم که بعد از مدت ها تونستم بخرمش به لطف همه شما. بی‌صبرانه منتظرم که از همه اینها استفاده کنم و حسام با شماها به اشتراک بذارم. چیزی دیگه نمونده که براتون آنباکس کنم، دو تا جعبه ها رو باز کردیم. یه دونه گوشی دستم مونده که اونو تو یک ویدیو دیگه من براتون میذارم. PS5 هم بچه ها از نمای نزدیک بهتون نشون بدن که ببینید چطوریه PS5 اسلیم. فن کیس هم یه دونش خراب شده امروز، نمیدونم چرا. با یه دونه فن کیس براش بگیرم، ولی خب گرون شده فن کیس، زورم میاد پول بدم واسه یک فن. پشت بچه PS5 هم اینا رو ما داریم، یه دونه لن، یه دونه کابل HDMI و دوتا USB. جلوی بچه PS5 به جای دوتا USB شده دوتا Type-C. درایور نوری هم بچه دکمه ایجکتش اومده پایین این درایور قرار گرفته، برای نسخه استاندارد روی اون صفحه مشکی دکمش بود. اینم بچه دسته PS5 در برابر دسته PS4 فیک که خیلی تغییر کرده نسبت به نسل گذشتهش. فن کیس هم مشاهده میکنین که خراب شده، نیمده خاک نشسته روی این PS5. بابا عجب آدمی هستی تو. و اینم بچه کل ستاپ من که باید یک تغییر اساسی روش بدم و یک رومتور خفه من براتون بذارم. خب بچه ها دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردین و دمتون گرم که با حمایت هاتون باعث شدین که من این آیتم هایی که داخل این ویدیو گرفتم رو بگیرم. واقعا نمیدونم چطوری ازتون تشکر کنم. یه 50 میلیون دیگه هم بچه مونده من براتون آنباکس کنم، اونو توی یک ویدیو دیگه میذارم. تا الان 200 میلیون آنباکس کردیم. اون 50 میلیون تومن دیگه یه گوشی هستش که برای خودم گرفتم و بهتون نشون ندادم داخل این ویدیو. فیلم برداری این ویدیو به اون گوشی بوده، پرچم دارم هست. دیگه اسپول بیشتر نمی کنم تا اون ویدیو زمانش برسه من براتون درست کنم و کلی آموزش‌های خفن کال آف دیوتی رو برای گوشی من براتون داخل این چنل بذارم که بتونی هم سطح بازیت بری بالاتر و همین که با کیفیت بیشتر کال آف دیوتی رو تجربه کنی. بازم بچه‌ها کلی دمتون گرم، تا ویدیوهای بعدی موفق خودتون باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب لطفاً فراموش نشه اگه اینجور ویدیوها رو دوست دارین. و اینکه اینستاگرام من هم یادتون نره که فالو کنین، چون قراره توش کلی ما با هم دیگه فعالیت کنیم. بازم مرسی که تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.